سال 1341 در تهران به دنیا آمدم و آخرین فرزند خانواده بودم. یک برادر و سه خواهر بودیم ما. یک خانواده متوسط شهری. پدر و مادر من یک خیاطی داشتن که این وابسته بود به زندگی خصوصی و خانوادگیمون، یعنی مثلا اون طبقه بالا بود طبقه پایین یا برعکس، و این فضای کار و زندگی در هم آمیخته بود چون هر دوشون هم کار میکردن. لباسهای زنانه مثلا فاخر در واقع دوخته میشد، پارچه های باقی مونده و این شمایل مانکن ها و نمیدونم بوی پارچه و صدای چرخ خیاطی، اینا تمام بک‌گراند کودکی ما رو ها میدونم که پر کرد. چیز دیگه‌ای که یادم میاد، یعنی عمده است برام در کودکی، تلاش بیوقفه این دو نفر بود و روحیه مقاومت خیلی بالا. این روحیه به خصوص خیلی در ما نفوذ کرد در واقع از کودکی، یعنی این همجواری کار و تلاش و مرگ و مصائب زندگی خیلی در روحیه ما نفوذ کرد. از خودم هم چیزی که به یاد دارم اینه که بسیار به بازی علاقمند بودم، یعنی یه میل و اشتیاق پایان ناپذیر داشتم، نه دوست داشتم درس بخونم نه دوست داشتم کار دیگه بکنم. محور زندگیم این بود که حالا به هر نحوی توی نمیدونم خونه و تو فضای حیات و تو طبیعت و هر جایی که میشد در واقع به بازی بگذرونم. به هر حال دبستان و دوره راهنمایی که تازه آغاز شده بود در دوران ما خیلی با مشقت و آهمن گذروندم، یعنی اصلا مدرسه رو دوست نداشتم، تا اینکه در واقع متوجه شدم یه جایی هست به اسم هنرستان که میشه درس نخوند اونجا و بیشتر نقاشی کرد. حالا نقاشی هم خیلی برام مثلا یه چیز مجرده، مثلا چیزی نبود، مقدسی نبود، یعنی اصلا کشفش نکرده بودم. بازی برای من وجه عمده در واقع کودکیم بود و هست، همچنان هست، یعنی من خوشحال شدم که هنرستان رو پیدا کردم برای اینکه اون بازیه یه توجیه منطقی داشت پیدا میکرد. یعنی ساعتهایی که من در آتلیه مجسمه سازی با گل کار میکردم همون بازیه بود برام. مثلا قبلا توی طبیعت که میرفتیم با خاک گل درست میکردیم، خرت و پرت میساختیم، حالا هم داشتم با گل کار میکردم. یا مثلا آرزو داشتم که مثلا وسایل نقاشی خوبی داشته باشم و ساعتهای طولانی بدون پایان، واقعا بی پایان نقاشی کنم، یا مثلا با این خورده پارچه ها هی لباس بدوزم. توی هنرستان که کاملا شکل چیز پیدا کرد و این انرژی بی پایان، تو هنرستان اسمش پرکاری بود. بعد مثلا از هنرستان می اومدم خونه همینجور تا صبح طراحی میکردم، اینقدر طراحی میکردم تا صبح. و خب همچنان هم از این بهترین ساعات زندگی در تمام طول این مدت و همین امروز ساعتیه که من میرسم و انگار برام یه جزیره آرامشه اون خونه، اون محل کار، هر چقدرم که کوچیکه ولی توی این دنیای سیاه برای من واقعا یک جزیره آرامشه که میرسم حالا با نخسوزن دارم کار میکنم، نخسوزن این پارچه رو میزنم و میخوام صبح نشه، صبح میخوام مجبور نباشم بیام سر کار. همون جنبه بازی در من بسیار حضور داره. خلاصه اونم یک کمی با سختی انجام شد، بالاخره
هنوز خانواده ها راحت کنار نمی آمدن با اینکه بچهشون هنرستان بره. کسر شأن بود یه جوری، مثلا چه می دونم، فکر می کردم بچه تنبل یا درس نخون یا فلانی، به هر حال کسر شأن بود براشون. ولی با واسطه گری برادرم و اینها بالاخره اجازه دادن که من به هنرستان برم. تو خانواده ای که ما به دنیا آمدیم، من و آزیتا، یعنی ما که میگم خیلی جاها معایدیه، من و آزیتا، در واقع پدرم خیلی گرایش سیاسی مشخصی داشت، واضحی داشت. مادرم همچنین آدم بسیار عدالت خواهی بود و همیشه در واقع پدرم داشت از این شکست و از خاطرات اون اتفاقات بعد یاد میکنم. خب اونا هم به هر حال گرایش داشتن، ولی پدر من هیچ وقت در واقع خودش رو توده ای نمیدونست. به هر حال این در حد حساسیت و طرفداری و یک اندیشه آزادی خواهی بیشتر در نزد پدرم و عدالت خواهی در نزد مادرم بسیار شدید بود. هر وقت که مثلا یه ذره سرشون گرم میشد، بیشتر راجع به اینها مثلا حتی ترانه هایی خونده می شد، شعر هایی خونده می شد، یه حساسیت اینجوری. به شدت ضد رژیم شاه بودن، به شدت. و اینا به عنوان به حال چیز طبیعی که توی ذهن آدم باید باشه حضور پیدا کرده بود در ذهن من. 56 من 15 سالم بود، آیسا 17 سالش بود که آیسا رفت به دانشگاه و خب جنبش دانشجویی داشت شکل پیدا میکرد. سخنرانی هایی که بود با هم میرفتیم، نمیدونم اگر که بیانیه ها یا شبنامه هایی مثلا چیز میشد با هم مثلا دریافت میکردیم. همون دوره من شروع کردم در واقع فلسفه ماتریالیزم دیالکتیک رو خوندن و خیلی برام جذاب شد. دیدگاه لایک خیلی چیز در خانواده وجود داشت، ولی در من خیلی شدت گرفت. یعنی اوایل که در واقع فقط اندیشه عدالت خواهی بود، یه ذره مثلا شاید تو 14-15 سالگیم به مثلا راه‌حل‌های اسلامی هم فکر می‌کردم، مثلا به شریعتی یا چی، ولی خیلی زود رنگ باخت. و اون مطالعاتی که توی حالا فلسفه تو همون شکل ساده یا بچگانی که تو تاریخ بشر، تاریخ انسان و دورهایی که از نظر فرماسیون های اجتماعی سپری شده و بعد خود فلسفه اینکه اول ماده بود یا اول کلام بود و اینها، من رو خیلی شاید سریع مجاب کرد که اصلا قید این داستان رو بزنم و چی هست باید به همت خودمون رو و آدمیزاد باشه. ولی من خیلی میتونم بگم شوریده بودم در این ماجرا، یعنی یه ذره بی‌محابا بودم، خیلی برام اهمیت داشت. به هر حال یه ذره همچنان اینطوری هستم که هر چیز رو فکر میکنم که برابر خواست و اراده انسان باید انجام بشه و تمام همتم رو هم جمع میکردم. هنوز انقلاب نشده بود، در سال 56 بود که من وارد هنرستان شدم و همزمان شد با انقلاب. یعنی این دو تا اتفاق بسیار مهم کلن دیگه در واقع اون بتن پایه زندگی منو ریخت. به هر حال رفتم به هنرستان و اصلا دنیای تازه‌ای کشف شد و زندگیم بالکل تغییر کرد و واقعا به خصوص هنرستان هنرهای زیبا که ویژگی به خصوصی داشت که بچه ها رو دچار یک شخصیت و هویت میکرد و خودشون رو یه دفعه وابسته به یک جمعیتی میدیدن که جمعیت به هر حال قابل افتخار جامعه میتونست باشه. و به هر حال من همچنان فکر میکنم که این پایه‌ریزی و شاید مهمترین بخش زندگی
معمول حالا مثلا هفته یه روز ما رو می‌بردن به عنوان مستند ملی به موزه های مهم که از روی آثار گذشتگان کار بکنیم، عمدتا می‌بردن ایران باستان. اینکه با اونها مواجه می‌شدیم، کشفشون می‌کردیم دوباره، یعنی تمام در واقع ابعاد زندگی رو من فکر می‌کنم در اون دوره کشف کردم، غیر از ابعاد خیلی تلخش که بعداً کشف شد، مثل مرگ، مثلا اختناق، فشار. ولی اون دوره زوایای زیبای زندگی، یعنی این صبح زود پا شدن، این تو فضای باغ موزه حرکت کردن، مواجهه با آثار قدما، کسی که مثلا چه میدونم 2000 سال پیش 7000 سال پیش مثل من مثلا داشته طراحی میکرده، دوست داشته، و بعد از اونجا که خارج میشدیم تا به هنرستان برگردیم، کلی کشف و شهود برای ما بود توی این شهر. ساختمان دادگستری تو راهمون بود، دوست داریم میرفتیم اونجا وایم سدیم طراحی کردن، داشتیم با جامعه مثلا مواجه میشدیم، به بازار میرفتیم، حتی نمیدونم چه میدونم نوع غذایی که میخوردیم، رستورانایی که میرفتیم، قهوه خونه هایی که میرفتیم، تمام اینا خیلی چیزاش بود که مثلا از جانب خانواده همیشه منو شده بودیم. بعدها که انقلاب شکل گرفت، از اونجا به عنوان مثلا دیدن موزه میرفتیم، بعد سر از میون تظاهرات در می آوردیم، گاهی وقت ممکن بود تا 9 شب برنگردیم، برمیگشتیم همه خانواده نگران بودن. دوستان تازه‌ای پیدا می‌کردیم از طبقات جدید، از شهرهای دیگه، از آذربایجان اومده بودن. سرودهایی که خونده می‌شد، نوع موسیقی کلاسیک که در آتلیه گوش می‌کردیم که قبلا خانواده گوش نمی‌کرد، یعنی تمامش تازگی بود، شگفتی بود و داشت شکل می‌داد دیگه، ما رو داشت شکل می‌داد.